با درود به شما بینندگان عزیز تلویزیون تیش، به برنامه همیاری ویژه حقوق بشر خوش آمدید. شب گذشته همونطور که به شما قول دادیم در بحثی که با آقای ایرج مصداقی داشتیم، قرار بود امشب رو اختصاص بدیم به این جلوه کاملا عیان و آشکار نقض حقوق بشر، زندانی سیاسی و اصولا زندان سیاسی در ایران. ایرج مصداقی عزیز ما که امشب باز هم افتخار به ما دادن مهمان ما هستند، خوش آمدید. سلام عرض میکنم خدمت شما، همچنین خدمت بینندگان عزیز تلویزیون تیش، هموطنانم در سراسر ایران و هر جای دنیا که صدای منو میشنوه. با سپاس از شما. این ایرج مصداقی ما یک دهه کامل، دهه 60 رو در زندان‌های بدآوازه ایران مانند اوین، قزل‌حصار و گوهردشت گذرانده، شاهد دردها، رنج‌ها و خاموش شدن فریادهای بسیاری بوده. امروز ما شهادت او را برای بیاد من نگاه داشتن این زنده یادان به کار میگیریم، با او بر سر آنچه را که اتفاق افتاد در این سالها، پدیده زندان، پدیده زندانی سیاسی، پدیده تواب، با او سخن میگوییم تا از منظر زندان و زندانی سیاسی به جنایات، به بخشی از جنایات نظام جمهوری اسلامی پی ببریم. خب، یک دهه در زندان. هرگز فکر میکردی در همان سالهایی که در زندان بودی روزی آزادی، هوای آزادی رو استشمام کنی؟ راستش وقتی که کسی میره تو زندان جمهوری اسلامی، دیگه لااقل تو اون سالهای اولیه دهه 60 عرض میکنم، دیگه هیچ موقع به فکر این که بیام بیرون، کی بیام بیرون، چطوری بیام بیرون نیست، چون عملا چنین چشماندازی نبود برای اینکه با اون اعدامهای گسترده و رژان گسیخته روزها و هفته ها و ماه ها میدیدیم که تعداد بسیار زیادی اعدام میشدن، در روزنامه ها اینا اعلام میشد، ما خودمون میدیدیم، از بغلمون میبردن و بعد هم شرایط وحشتناکی که در زندان حاکم بود، شکنجه هایی که بعد از دریافت حکم یا مشخص شدن میزان محکومیت متحمل میشدن زندانی ها. خب تو اون فضا دیگه آدم اصلا فکر دیگه آزادی و نمیدونم بیان بیرون و به چه شکل اینها اصلا نبوده، به ویژه که خب ما در واقع زندان های طویل مدتی هم داشته امثال من و این تصورم نبود که خب حالا حکممون به قول معروف زودتر از پایان حکممون آزاد بشه، چون که ما تا سال 63 لااقل میدیدیم که حتی کسانی که حکمشون تموم میشد آزاد نمیشدن، بلکه اینا رو در زندان نگه میداشتن و از اونا میخواستن که همکاری بکنن و در غیر این صورت بایستی تا اطلاع ثانوی در زندان بمونن. خب البته تو سالهای بعد این موضوع کمتر شد و بعد افراد رو آزاد میکردن به خاطر فشارهایی که چه به لحاظ بین‌المللی روی رژیم بود، چه مقاومتهایی که در زندان بود، چه بابت اینکه خب زندانی‌ها تلاشی شدن روی هم و تضادهایی در درون رژیم به وجود آورده بود و همچنین فشارهایی که از بیرون بهشون وارد میشد، خب به تبع یه گشایشهایی شد و یه سری که لااقل حکمشون تموم میشد آزاد میکردن. ولی خب همچنان برای من یا امثال من همچین به قول من تصوری نبود، چون ما فکر میکردیم حالا بایستی زندان باشیم و بنابراین من خودم رو عرض میکنم تو اون سالها هیچ موقع تصور این که حالا کی میام بیرون نه نداشتم، چون فکر میکردم که خب حالا که باید زندان باشی. ولی خب بعدها شاید آدم همیشه وقتی نزدیک میشه به مسئله آزادی یا حکمش داره تموم میشه به این مسئله هم فکر بکنه، یک امیدی در این بعد. البته خب این امید همیشه در ما بود. یعنی من خودم عرض میکنم فکر میکنم که بدون امید، بدون داشتن این امید، اصولا آدم نمیتونه
در واقع از پس مصائب و مشکلات بر بیاد یا آسیب‌های بسیار بسیار جدی. خیلی مایلم در رابطه با مسائل روحی و روانی که در میان زندانیان حاکم بود با هم گفتگوی داشته باشیم. از این منظر در واقع وضعیت شما زندانیان رو دریابیم. اما اشکالی داره از شما سوال کنم، به چه دلیل به زندان افتادید، دستگیر شدید؟ بله، من در ارتباط با هواداری از سازمان مجاهدین خلق ایران دستگیر شدم و حتی قبل از این دستگیری من دوباره دستگیر شده بودم، ولی خب به علت اینکه من رو نشناخته بودن و چیزی ازم نداشتن آزاد شده بودم. منتها این بار دیگه میدونستن و من تو رابطه دستگیر شده بودم و به تبع بعد از بازجویی و اینها دادگاه رفتم و 10 سال زندان محکوم شدم. به عنوان عضو سازمان مجاهدین؟ نه، من هوادار سازمان، مجاهدین. و امروز با چه دیدگاهی اصولا در صحنه سیاست و کار زار مبارزه حضور داری؟ در واقع امروز من به عنوان یک فعال سیاسی یا فعال حقوق بشر بهتره بگم، از موضوع یک آدم فرد مستقل سعی میکنم تجربیات خودم و اون چیزی که دیدم و اون چیزی که لمس کردم و اون چیزی که از سر گذروندم رو با کسایی که اون دوران ندیدن یا با نسل جدید و یا کسایی که اتفاقا شاید بعدها این تجربیات رو بخونن ارتباط برقرار کنم و اون چیزی که خودم اثر گذاروندم رو به اونها منتقل بکنم. البته این متضمن اینه که من خب به عنوان یه نفری که سابقه ای رو داشته و مبارزه در مبارزه علیه رژیم، به تبع مسئله که برای من در درجه اهمیت قرار داره مبارزه علیه جمهوری اسلامی و افشای جنایات اون و حمایت از هر حرکتی توسط هر کسی، هر گروه و سازمانی علیه نظام جمهوری اسلامی و دفاع از حقوق مردم ایران، به تبع هر کجایی که باشه، توسط هر کسی که باشه دفاع. من با ایرج مصداقی، با اندیشه او و چگونگی حضور او در صحنه مبارزه سیاسی که امروز جریان داره آشنایی دارم. این رو تنها برای شناخت شما عزیزان این رو پرسیدم. در واقع پاسخ این بود: ایرج مصداقی هوادار سازمان مجاهدین بود، امروز او هوادار حقوق بشر از جامعه بشری است و به عنوان یک انسان مستقل از هر گونه ایدئولوژی تشکیلاتی در کنار همه مبارزان راه آزادی تلاش میکنه. این حضور ایرج مصداقی امروز در صحنه معاصر است. پاسخی است به آنهایی که میخواهند وقتی شما نقد برنده خودتون رو متوجه برخی از کاراکترهای موجود میکنید، با مطرح کردن مجاهد بودن شما، یعنی گذشته سیاسی شما، میخواهند لوس بکنن، که هرچند ربطی نداره، یعنی بحث بر سر محتوای اون مسائلی است که نقطه نظری است که مطرح میشه. اما برمیگردیم به زندان. در آغاز به کدام زندان روانه شدی؟ من در ابتدا به زندان اوین رفتم برای بازجویی و در واقع طی مراحل حقوقی که حالا تو نظام جمهوری اسلامی مراحل حقوقی شامل ضرب و شتم، شکنجه و انواع و اقسام تنبیهات و این هاست و بعد که میری دادگاه بدون برخورداری از وکیل یا حقوق اولیه که آدم میبایستی ازش برخوردار باشه. خب توی این دوران و این پروسه خب مصائب زیادی به سر همه اومده و مشکلات زیادی برای همه به وجود آوردن، از جمله منم مثل بقیه. تو چند سال بود؟ من اون موقع 21 سالم بود. 21 سال. شکنجه هایی که در آغاز تجربه کردین، میتونین برخی از این شکنجه ها رو برای بینندگان ما مطرح کنید؟ ببینید، البته خب شکنجه های مرسوم در زندان های جمهوری اسلامی مثل کابل، مثل آویزون کردن کابل نقاط حساس و به ویژه کف پا که بدترین جای در واقع یا بدترین نوع شکنجه زدن کاب کف پاس، هیچ چیزی تا حالا در واقع بالاتر از این نیومده.
بعضی از شکنجه ها بعضی از شکنجه ها اسمش مثلا وحشتناکه، یا بعضی ها فکر میکنن که مثلا خب این نوع شکنجه ها حتما خیلی دردناکتره، مثلا ناخون کشیدن یا مثلا یه ناخوناشو کشیدن، در صورتی که قابل قیاس نیست با کاب زدن کف پا. هیچ چیزی، هیچ دردی در نتونستن تا حالا بیشتر از کاب زدن کف پا رو در واقع بشریت نتونسته در بیاره، چون که به شدت این درد داره، چون که اعصاب کف پا مستقیم به مغز میره. وقتی که کاب کف پا میاد، یعنی دردش رو نمیشه توصیف کرد. که همه کسانی که این شکنجه رو پشت سر گذاشتن میدونن و متفق القولن که بدتر از این شکنجه وجود نداره، و برای همین هم در زندان‌های جمهوری اسلامی این شکنجه در واقع به شکل بسیار بسیار گسترده‌ای اعمال میشد. البته این شکنجه رو بعضی موقع ها ترکیب میکردن با شکنجه های دیگه، مثل آویزون کردن، مثل قپونی زدن، که یعنی دست از بالا بیاری یک شم از پایین بیاری و برسونی به هم، ولی نفر هم بذار میشست روش. حالا یعنی و انواع اقسام شکنجه های دیگری که ترکیب میکردن با کاب زدن کف پا یا نقاط حساس بدن. اینه که خب این شکنجه معمول اون موقع بود که در زندان بود. اگر بخوایم شکنجه های روحی رو به چند نمونه از اون اشاره بکنیم، ببینید شکنجه های روحی خب البته با توجه به اینکه بسیاری افراد شکنجه روحی رو هم همراه با شکنجه جسمی متحمل میشن. برای مثال مادری که خب خودش داره شکنجه میشه، کابل میخوره، ولی مثلا بچهش هم اونجا نشسته داره میبینه، یا بچهش پشت دره، یا بچهش درش گریه میکنه، یا بچه شیرخواره است بعد نیاز به شیر داره، بعد اونا نه اجازه نمیدن این مثلا مادر به بچهش شیر بده، یا مردی که همسرش رو جلوش شکنجه میکنه، یا برعکس زنی که همسرش رو جلوش شکنجه میکنه، خب بسیار دردناکه. و گاهن از اون میخوان که خب در واقع به خاطر اینکه میخوای اگر میخوای این قطع بشه میتونی همکاری بکنی، یا به مادری که اگر میخوای بچه ده شیر بدی میتونی همکاری بکنی یا اطلاعات بدی. و این یه نوع شکنجه است. یک نوع شکنجه که خب شما پشت در شعبه مدت ها میشینید از صبح تا شب و میبینید شاهدید شکنجه ای که به دیگران دارن اعمال میکنن، شما نوبت خودتون رو در واقع انتظار میکشین، جدا از اینکه خب اونها هم دوستان شما یا همراهان شما یا رفقای شما در و این فشار رو مضاعف میکنه. یه بخش این نوع شکنجه هاست. یه بخش دیگه خب شکنجه هایی که به طور طبیعی زندان جمهوری اسلامی بوده، خب شما در سلول هستید، صدای تیرباران میشنوید، بعد میدونید دوستای خودتونن، حتی بعضیا میدونن این یکی از نزدیکانشونه و این احساس رو دارن که الان یکی از نزدیکانشون اعدام شد، یا فردا که در واقع تو روزنامه بخونن یا ببینن میفهمن اونی که دیشب اعدام شد پس برادرش بود، پس خواهرش بود، پس همسرش بود. اینه که یه نوع شکنجه اینه. یه نوع شکنجه هاییست که خب به خاطر حضور در سلول انفرادی و فشارهایی که در اونجا در تنهایی و چیزی ندارید اونجا، این یه نوع فشارهای روحی و روانیه. و اضافه بر اینها شکنجه هایی که در جمهوری اسلامی مرسوم بود، خب شکنجه های ویژه‌ای که بعدها اعمال میکنن تحت عنوان قبر، قیامت، واحد مسکونی، که حالا من در ادامه خواهم گفت در اونجاها چه شکنجه های ویژه‌ای رو اعمال میکنن روی زندانی ها، و که نمونهش کمتر در جای دیگه در دنیا دیده شده و یا حداقل به این شکل گسترده و با ابعادی که نظام جمهوری اسلامی به کار گرفته. خب اینا خودش یه نوعی از شکنجه های روانی بوده. و یک وجه تمایزی که این نظام داره با نظام های دیگه اینه که لزوما تنها این زندانی نیست که شکنجه میشه، بلکه خانواده او هم هست. این شکنجه های روحی روانی به ویژه روی خانواده ها هم اعمال میشه، حالا به انهای مختلف، از توهین هایی که دم در زندان میکنن، خانواده که پیگیری میخواد بکنه وضعیت بچه‌اش رو مورد توهین های بسیار بسیار زیادی قرار میگیرن، اتهامات بسیار زشتی که بعضی موقع به اونها میزنن، اتهامات اخلاقی جنسی که به اونها میزدن، تا میای جلوتر که مثلا خانواده ای که میخواد بیاد ملاقات با ماشین های در شیشه بسته، یعنی شیشه هاشو رنگ کرده باشن، بعد انواع اقسام تهدیدات رو بکنن، بعد چه در طول مسیر تو زندان گوهردشت اینطوری بود و چه زمانی که خانواده منتظر بود میخواست بیاد، انواع اقسام تهدیداتی که روی خانواده میکردن، و بعد
میبینیم که خانواده که حتی بچه‌هاشون اعدام میشن. این حتی این بعد از اونم ادامه داره. به خانواده انواع اقسام فشارها رو میارن مبنی بر اینه که خب قبر بچه‌شون رو نمیدن. همین که خانواده قبر نداره، همین که بچه‌ش مثلا میخوام بگم در خاوران خاک در یه جای نامشخصی، حتی مادرها خیلی نمیدونن، حتی نمیتونن سنگ بذارن رو قبرشون. ما دو هفته پیش برنامه‌ای داشتیم در رابطه با 59 تن از جوانان مهابادی که در زمان فرمانداری آقای جلالی بود، در واقع دستگیر میشن، بعد از دو ماه اعدام میشن و تا امروز کسی به این خانواده ها نگفته که سنگ قبر بچه هاشون، سنگ قبری هم حتما ندارن، کجا این فرزندان این سرزمین دفن هستن که مادران حداقل دست گلی بر روی این مزارها بگذارن. و از این نمونه ها زیاد هست. کاملا ببینید، این میگم آزار اذیتی که روی خانواده اعمال میشد. حتی اتفاقا در همین زندان قصر حصار من یکی از دوستانم شهنام شرقی، خواهرش بهناز شرقی، یک زن خانه‌دار، دو تا بچه داشت، شب عید اومده بود دم زندان و به اصرار از حاج داوود رحمانی رئیس زندان قول گرفته بود که بهش ملاقات بده. روز 27 اسفند اومده بود، چون بعدش خواسته بود بره مسافرت تعطیلات عید، اومده بود دم زندان و با پاسدارای دم زندان برخورد کرده بود که من میخوام ملاقات کنم. البته اون موقع ملاقات خواهر و برادر ممنوع بود اون سال. بعدها 35 سال به بالا و بعد 40 سال به بالا سالی یک بار آزاد شد. ولی در صورت اونا میگن نمیشه. میگه من قرد گرفتم، حاج داوود خودش گفته، من الان اومدم با همراه بچه اومده، بچهش هم 5 سالش 6 سالش بود با هم اومده بود و من الان از راه دور اومدم به این امید اومدم. اصرار و اینها، اینا میگن نمیشه و بعد هنوز دم در وایساده بود که مشاجره میشه. طرف میگه برو وگرنه میزنم لهت میکنم اینا. این جدی هم نمیگرفته موضوع رو که مثلا همچی کاری بشه. شاسی رو میزنن و سر این لایه در له شد جلوی چشم بچهش خانم بهناز شرقی. و بعدا دوتا از بچه هایی که اتفاقا اونجا آورده بودن برای بیگاری با فشار و اینها، موقع یکی از تنبیهات این بود، اونها رو مجبور کردن که با یه برانکارد اینو سر له شد جنازه رو و له شده رو ببرن بهداری. حالا اتفاقا برانکارد هم سوزونده بودن. در سال بعدش یک ظاهرا یک دادگاهی تشکیل دادن، مثلا خانواده شکایت کرده بود خب یک آدم عادی رفته در خانواده برادرش تو زندان ببینه، بعد جنازه‌ش رو آوردن که اونجا هم در واقع با تعمیداتی که رژیم از قبل دیده بود موضوع رو محدودش کردن به یک قتل غیر عمد و اینکه یه اتفاقی افتاده. حالا این میخوایی دیه بگی که اتفاقا من یادمه مادر شرقی خانم اشرف سرهنگپور، مادر بهناز که اتفاقا ایشون خودشون هم ادیب بودن، شعرهای بسیار زیاد و بسیار بسیار زیبایی هم دارن، توی همونجا به حاکم شهر گفته بود که من حاضرم دو برابر این بدم یکی تو سر تو بزنم، بچه‌مو از دست گرفتید، که همونجا مادر رو زده بودن آورده بودن اوین. منظورم از بیان این خاطره یا بیان این موضوع اینه که یعنی خانواده ها هم با یک همچین مشکلاتی درگیر بودن. فقط زندانی نبود که توی زندان با حبس و شکنجه و نمیدونم اعدام یا این مسائل درگیر بود. ما توی این سالها در خاطرات زندانیان سیاسی، در نوشته ها، مقالات متفاوت با مفهوم تواب بارها و بارها برخورد کردیم. در بسیاری از نوشته ها آورده شد که تواب ها بدتر از خود بازجویان زندان ها بودند و ترس از تواب ها عمیق‌تر بود. از سوی دیگه ما میبینیم این تواب ها چه کسانی بودند جز یاران گذشته همین زندانیان سیاسی، و باز خود این تواب ها زندانی سیاسی بودند و به نوعی قربانی. و جالب اینه که و دردناک و داست جریان تراژیک در اینه که خود تواب ها نیز بسیاری از آنها اعدام می شود توسط اسدالله لاجوردی. پدیده تواب چه بود و چه کار می کرد این تواب؟
ببینید ما موضوع در واقع بریده یا خائن اصولا در همه جای تاریخ در همه کشورها بوده و ما میبینیم مثلا از حتی تو تاریخ مذهبی از یهودا میبینیم مسیح رو میده و لقب خائن میگیره و میبینیم در قرن اخیر مثلا در قرن بیستم بهتره بگم در جنگ جهانی دوم کاپوها رو میبینیم، جنایاتی که در جنگ جهانی دوم در اردوگاه های نازی ها مرتکب میشن، گاه بسیار بسیار شقی هستن و بدتر از خود اس اس ها، بدتر از خود نگهبانان نازیست. منتهای مطلب در نظام جمهوری اسلامی یه پدیده جدیدی به نام تقاب. این پدیده قبلا نبوده در هیچ جای دنیا، نمیتونیم اسمش رو چیز دیگه ای بذاریم، مثلا بگیم با خائنه، بگیم بریده است. درسته که همون ویژگی ها رو داره، اما یه چیزی بیشتر از اونها هم داره و اون اینه که این ابعاد ایدئولوژیک داره. مثلا در جای دیگه مثلا زندان زمان شاه هم این بود، ولی خب حالا اون کسی که بریده بود یا بهش گفتن خائن، چه مثلا یه گوشه ای بود یا یواشکی یه گزارشی میداد و بعد مثلا این فرد اینجا و اونجا میرفت توی شعبات بدخواهی میکرد یا یواشکی یه کاری میکرد. ولی در نظام جمهوری اسلامی یه پدیده داریم به نام تواب. این پدیده اصلا تشکیلاتی برخورد میکنه، از تشکیلات تو زندان هم برخورداره، رده بندی داره، مثلا مسئول بند، مسئول اتاق اینا تعیین میکنن و بعد مسئولیت های مختلف رو در بند، حتی تو بندهای دیگه میرن، حتی تو جاهای دیگه میرن. برخی از نوشته ها آمده که حتی اونها نماینده ولایت فقیه هم در خود زندان و در بندها بوده. اتفاقا همینطوره، اینا به اونها همین رو اطلاق میکردن، یعنی اگه به اینا شما برخورد میکردید انگار که به ولی فقیه کردی، چون همینجور سلسله مراتب میمد تا پایین. بلد. رئیس زندان، بعدش مثلا مسئول این واحد، بعدش میمد دیگه توابین و اینها. اینه که یه واقعیت. اما حالا تواب چیه؟ ببینید تواب در لغت در عربی یعنی بازگشت بنده به ارباب. این یعنی توبه. کلن توبه یعنی بازگشت بنده به ارباب. حالا در مفهوم مذهبیش که وقتی بریم بازگشت فرد به خداونده. در نظام جمهوری اسلامی وقتی که میایم توبه یعنی بازگشت به دامان جمهوری اسلامی و در اینجا به صورت مادیش یعنی بازگشت فرد به دامان حاج داوود رحمانی یا اسدالله لاجوردی یا صبحی رئیس زندان گوهردشت و در واقع کارگزاران رژیم یا نمایندگان رژیم که در اینجا در زندان ها هستن. اینها در واقع نشون میده که ما با یک پدیده جدید روبرویم. این پدیده مختصاتش در متون مذهبی اومده و ویژگی هاش هم اومده. برای مثال در رژیم استفاده میکرد و به صراحت میگفتن و میخواستن، برای مثال در حکمت 417 نهج البلاغه اونجا علی بن ابی طالب مطرح میکنن که توبه یعنی چی، شش مرحله براش قائل میشن و اینکه در این مراحل باید چه کارهایی انجام بشه تا فرد بتونه به مرحله توبه برسه. حالا اینکه نظام جمهوری اسلامی این رو میاره اون در مفهوم فردیشه و رابطه بین فرد و خداشه، حالا اینو میارن اینجا در رابطه با نظام جمهوری اسلامی، مسئولین جمهوری اسلامی و فرد میبایستی کلیه این اعمال رو انجام بده و این مراحل رو بگذرونه. توابین هم به گروه های مختلف تقسیم میشدن. بله. توابینی که سخت کوش بودن بله. برای ادامه روند جنایت، توابینی که بنا به مصلحت در واقع تواب شده بودند، کسانی که ناو و توان دیگه نداشتند برای مقاومت، توبه میکردند، نمازی میخواندند، همکاری زمینی داشتند، اما احتمالاً مستقیم وارد جنایات و خشونت بر علیه همبندان خود میشدند. بله. این ببینید اصولا جریان زندانیان مقاوم و همچنین جریان زندانیان تواب، اینا همشون یه طیفن. یعنی وقتی ما صحبت از زندانی مقاوم میکنیم یه طیفه، اینطوری نیستش که همه در یه سطح، همه به یه شکل، همه با یه سری انگیزه های خاص مثلا اینا زندانیان مقاوم. نه، در واقع یک تعریفی در زندان بدون اینکه مشخصا گفته باشه، ولی در
ضمیر همه بود یا به این فکر میکردن یا به این رو برای خودشون ملاک قرار میدادن، به این شکل که هر اون کسی که با رژیم همکاری اطلاعاتی نمیکرد این جزء طیف زندانیان مقابل. حالا یه سر طیف بود یه ته طیف، همکاری اطلاعاتی و همکاری عملی. خب خیلی ها بودن، چه بسا اگه اینا رو ببینید دیگه اصلا کلاشون هم تو باب دیوار بر نمیگشتن بردارن، کسایی بودن خب تیپای عادی بودن، بی خودی دستگیر شده بودن، تو خیابون دستگیر شده بودن، یا مثلا به یه کسی یه امکان کوچیکی داده بودن از روی مثلا دوستی، به خاطر فامیلی، حتی به خاطر همشهری مثلا یه کمکی کرده بودن، و یا در یک شرایط بسیار معمولی یک دفاعی از یه جریانی کرده، حتی اینا هم بودن. خب اینا هم دستگیر شده بودن و خیلی شامل تیپای گسترده دستگیر شده بودن. بنابراین خب یه نفر خسته بود، یکی میخواست زودتر بره بیرون، حالا شاید یه سری اعمالی هم انجام میداد، ولی تا جایی که همکاری با رژیم نمیکرد جزء طیف زندانیان مقاوم بود. از اون طرف زندانیان تواب، تواب هم به یه شکل نبود. ما تواب داشتیم که تیر خلاص میزد، تو شعبه کار میکرد، بازجویی میکرد و هم تا اونجایی که در دستش بود کوتاهی نمیکرد. از طرف دیگه توابینی بودن که میرفتن توی گلوگاه ها میایستادن، یعنی تو ایستای بازرسی در مراکز مهم جاده های شهری می ایستادن، به خصوص تو مناطق مرزی یا نزدیک به مرز، در که اصطلاحا همش می گفتن گلوگاه، اونجا هر ماشینی که می اومد بره ایست بازرسی بود، اینا می اومدن بالا شناسایی می کردن و خیلی ها رو توی همین گلوگاه ها دستگیر کرده بودن. یک سری اینها بودن، یک سری کسایی بودن که در بندها مسئولیت های مستقیم داشتن، مثلا مسئول بند بودن از طرف رژیم، و بعد اون مسئول بند یک سری معاونا داشت، بعد یه سری مسئولیت ها رو بین خودشون تقسیم میکردن، و بعد حتی مسئولین اتاقها رو که همین بازم شامل توابین بودن اونها رو انتخاب میکردن، و اینها صبح تا شب ریزترین گاه اعمال افراد رو گزارش میدادن. یعنی چیزی نبود که از زیر دست اینا در بره. به هر حال این خود پدیده تواب نیازمند اینه که در یک برنامه بسیار وسیع‌تر گسترده‌تر مورد مداقه قرار بگیره. اگه موافق باشین با هم میریم دقیقه موسیقی تماشا میکنیم، برمیگردیم ادامه صحبت با ما. شب زمستان، فصل اعدام بهاران، فصل تقویم مسلسل، فصل خشم کینه‌داران. رازقین پر پر شد باغ در چله نشست، تو به خاک افتادی کمر عشق شکست، ما نشستیم و
دلم خود گریه کنم برای قتل عام گل، برای مرگ راز دیگ، دلم میخواد گریه کنم برای نابودی عشق، واسه زوال عاشقی. وقتی که قلب آب و گلاب شکسته و پر پر شدن، وقتی که باغچه های عشق سوختن و خاکستر شدن، من و تو از گل کاغذی باغچه داشتیم توی خواب، با خشتای مقوایی خونه می ساختیم روی آب. وقتی که ما تو جشن شب ستاره بارون می شدیم، وقتی که پشت سنگر سایه ها پنهون می شدیم، از نوک بال کفترا خونه پریدن می چکید، صدای بیداری عشق رو خواب شب خط می کشید، دلم می خواد گریه کنم برای قتل آب گل، برای مرگ راز دیگی، دلم خواهد گریه کنم برای نابودی عشق، واسه زوال عاشقی. از پشت دیوارای شهر انگار صدای پا میاد، آواز خونه در به در انگار یه هم صدا میخواد، ابر سیاه رفتنیه، خورشید دوباره در میاد، دوباره باغچه گل میده، از عاشقان خبر میاد، دلم میخواد گریه کنم برای قتل عام گل، برای مرگ راز دیگ، دلم میخواد گریه کنم برای نابودی عشق، واسه زوال عاشقی. خب بینندگان عزیز، گفتگویی داریم با ایرج مصداقی، نویسنده، پژوهشگر، زندانی سیاسی سابق و انسان آزاد و آزاده امروز. و ما می‌بینیم که نفس کشیدن در یک فضای آزادی چه‌ها می‌تواند بیافریند، می‌تواند صلح‌خواهی را بپروراند، می‌تواند سبب ساز یک نگاه انسانگرایی باشد که امروز در کارهای نوشته ها و کارهای ایرج مصداقی شاهد اون هستیم. ایرج عزیز، از مایل هستم که
به یه بخش دیگه‌ای از زندان و صحبت‌هایی که حتی به شک در مورد شما مطرح شده بود مطرح کنم. ایرج مصداقی جزء معدود انسان‌هایی است که از حافظه تصویری بی‌نظیری برخوردار، یعنی کلمه و تصویر در ذهن او، در مغز او حک می شود و می تواند به سرعت اونها رو به مخزن یاد بسپارد و با خود نگه بداره. به همین خاطر این کامپیوتر متحرک که در دوران جوانی در زندان بود، امروز قادر تصویر مشخصی رو از خود زندان، معماری زندان، از گفتمان‌ها میان زندانیان، آخرین وصیت‌ها، اشعاری که بچه‌ها در بندهای مختلف می‌خواندن، یادها و خاطره‌ها رو به همان گونه که بود برای ما نقل بکنه. و هرچند دستگاه فیلم برداری نبود، اما مصداقی بود در آنجا. در آخرین کتابی که از شما به چاپ رسید، تصویرهایی رو ما میبینیم که از زندان قزلحصار شما کشیدید که به لحاظ طراحی در واقع آرشیتکتی خیلی دقیقه. آیا اون شما با آرشیتکتور آشنایی دارید یا اینکه که کمکی گرفتید در این زمینه؟ بله، البته من بگم خدمتتون که من تلاشم بود که هر طوری شده، به خاطر اینکه ممکنه این زندان ها از بین بره یا رژیم از بین ببره یا تلاش بکنه که اینها رو در واقع به نوعی جنایات خودش رو بپوشونه، اینها حفظ بشه و بمونه. برای همین بعدها چون خودم در عمل متوجه اینم شدم که خیلی ها کتاب منو میخوندن، جاهای مختلف رو من اسم می آوردم و برای اینها ذهنی بود. مثلا می گفتم برای مثال در زندان گوهردشت فرعی، اون نمیدونست فرعی یعنی چی. وقتی می گفتم راهروی مرگ، نمیفهمید راهروی مرگ یعنی چی. خیلی از خودم سوال میکردم. بعد به این نتیجه رسیدم که خب بهتره من نقشه های اینا رو بکشم تا عینی تر بشه و افراد بدونن. برای همین من نقشه ها رو کشیدم. اتفاقا اولین باری که این موضوع نقشه برای من پیش اومد، یکی از دوستانم در امریکا، خانم دلناز آبادی، ایشون داشتن یک فیلمی رو درست میکنن راجع به قتل‌عام سال 67. همینجوری که من بغلش نشسته بودم، گفت فیلم میشه این زندان گوهردشت برام بکشی؟ من نقشه‌شو سریع کشیدم براشو، گفتم اینه اینه اینه. بعد برای اولین بارم بود بکشیدم، تا اون موقع نقشه رو نکشیده بودم. بعد یهو خودم متوجه شدم که این یه اشکال داره. بعد بهش گفتم یه اشکال داره، گفت چرا؟ گفتم من تا الان فکر نکرده بودم، ولی این برای اساس این ساختمونی که من الان برای تو کشیدم یکی کمه، یا یه جایی تو ذهن خودم یه توضیح دادم، گفتم به این دلیل این نقشه اشتباه میشه، من باید راجع به این فکر کنم. بعدها راجع به اون من میتونم بگم صدها ساعت فکر کردم تا اشکالمو در آوردم کجا بود، چون وگرنه همه نقشه اشتباه میشد. خب کنجکاوی ما رو ارضا کنین، بگین چی بود این اشکال. ببینید، من چون در جریان قتل‌عام سال 67 در زندان گوهردشت، زندان گوهردشت، حالا اگر نقشه‌اش من تو کتابم هستش، یک در واقع یک راهروی خیلی طولانیه سراسر زندانه و بندها مثل یک در واقع بازو به اینها وصل میشن. حالا ساختمان‌های اداری هم همینطوره، هم آشپزخونه، هم بهداری، هم سالن ملاقات و هم سالن اداری، و اینها در واقع همشون روبروی همه، یعنی میشه یه چهارراه، یه راهرو وسط، یه دونه سالن اونور، یه سالن این طرف، میشه چهار راه. من هیچ موقع زندان از بالا ندیده بودم، همیشه با چشمان از زیر دیده بودم. من وقتی نقشه‌مو کشیدم برای او، دیدم که در واقع محل دادگاه سال 67 در جریان قتل‌عام سال 67، اون محل هم چهار راه شده، یعنی گویی که روبروش هم یه سالنه. من یادم اومد که وقتی که من تو راهروی مرگ نشستم، اون نقطه سه راه بود، چهار راه نبود. و من حتما یه جای اشتباه کردم، یعنی یه ساختمون دیگه باید اینجا باشه در فرضیات من. حالا با این توضیح که در واقع نشون دادین که چقدر آدم دقیقی هستید، اگه موافق باشیم بریم سراغ تصاویر. تصاویری از در واقع که شما کشیدید از زندان قزلحصار.
ماردین عزیز، اون تصاویر اگر لطف کنید نشون بدین ممنون میشم. بله بله، این توضیح شما در رابطه با این تصویر. بله ببینید، این زندان قزل حصاره. زندان قزل حصار در واقع سه تا واحده به همین شکل، منتها دو تاش زندان سیاسی بود، واحد یک و سه، واحد دو مترق به زندانیان عادی بود. تفاوت واحد دو باز واحد یک و سه به این شکل بود که اگر ملاحظه کنید تو این نقشه یک سری در دو طرفش بنده، ولی در واحد دو در اینجا مشخصه. این الان یه بند عمومیه در واقع، چهار تا بند عمومیه تو هر واحد، چهار تا بند مجرد. این یه بند عمومیه، 24 تا اتاق داره، 16 تای اول یعنی 8 تای اینور 8 تا اونور میشه 16 تا، اینها سلولای کوچیکه. بعد 4 تا اینور 4 تا اونور که میشه مجموعا 8 تا سلول، سلولهای بزرگتره. اینها این یه بند در واقع عمومی زندان قزل حصاره. این اگه ملاحظه کنید در بندی که وارد میشید اونجا زیر 8 تشه، این بغل سمت چپ اولین ملاحظه میکنید اتاق اینجا بود. اتاقی است که بهش میگفتن اتاق فرماندهی، یعنی اتاق اصلی توابین اینجا بود، در اینجا حضور داشتن. و اون طرف بله یه مسجد زندان بود که اینا میگفتن زمان شاه به این گفتن سالن غذاخوری، ولی حالا مسجد. تصویر بله، این تصویری که ملاحظه میکنید این تصویر واحد مسکونی در زندان قزل حصاره، یکی از مخوفترین محل ها برای شکنجه زندانیان زن، که در واقع من توضیح دادم در کتاب اخیرم هم که واحد مسکونی چیه، چه کسانی توش بودن، چه شکنجه‌ای اعمال شده. شما تو زندان زنان نبودید، چگونه بله. این تصویر رو تونستید؟ بله اتفاقا این تصویر رو من خودم نکشیدم، این رو با کمک دوستان من، خانمایی که در بند زنان بودن، در همین قسمت واحد مسکونی 14 ماه بودن و بزرگترین شکنجه ها و وحشیانه ترین شکنجه‌ای که امکان داره روی کسی اعمال بشه در اینجا اعمال شده به مدت 14 ماه، که حتی بدترین وقتی که ما من خودم وقتی خیلی من جاهای زندان رو دیدم در مقابل یا شنیدم و یا خوندم در مقابلی اصلا قابل قیاس نیست. میتونید نمونی از اون رو ببینید؟ مثلا همین عکسی که الان بود اینجا در واقع زیر هشت زندان قزل حصار هستش، و توی این زیر هشت قسمتی بود که قبرها هم در اینجا بود، که قبر چیه اصلا؟ جعبه هایی بود که توی اون زندانیان رو میشوندن با چشمبند و انواع اقسام فشارهایی رو که می آوردن، حالا چه ضرب و شتم بود، چه سر پا ایستادن بود، چه مجبور بودی که به طور مداوم مصاحبه زندانیان در همشکسته رو تماشا بکنین، ببخشید گوش بکنین، صدای اونها رو از طریق بلندگو، و همچنین مجبور بودین که صبح تا شب مراسم دعا رو بشنوید، صدای قرآن رو بشنوید، و همچنین انواع اقسام سرودهای رژیم رو یا سینه زنی ها رو، که خب فشار زیادی وارد میکرد روی زندانی که اونجا نشسته بود و جایی رو نمیدید. حساب کنید ماها شما نه با کسی حرف بزنید، فقط بشینید با چشم بند و انواع اصلا فشارتون بیارن، ضرب و شتم زیاد بشه. جایی به نام قبر که حتی خودشون کارتون بود. جامل خود اینها هم مطرح میکردن که ما میخواییم فشار شب اول قبر رو شما درک بکنید، و اینجا در واقع قبره و فشار شب اول قبر. من در کتاب اخیرم که دوزخی بر روی زمین به این مسئله میپردازم و به اینکه بر چه اساسی پشتوانه ایدئولوژی که اینا برای انجام این جنایات چیه، اون رو در اونجا توضیح دادم. تصویر بعدی بله ببینید، اینجا در واقع قسمت جلوی یک واحد یک زندان قزل حصار هست. اون نقطه ای که ملاحظه میکنید که مثل پاسیو میمونه اون جلو، در واقع اونجا واحد مسکونیه. درست جلوی این عکس اون واحد مسکونی متعلق از بالا در کشیده شده، و این هم دوباره همون قسمت یکسانه که ملاحظه میکنید. در اینجا هم اون آخر دیگه اگر نگاه بکنید، اون آخر هم سوله ای هست که یک موقعی قبلا اونجا مرغداری بوده ولی بعدها انبار شده بود، و دیگه انبارهای خود زندانه، نانوایی زندانه و آشپزخونه زندان،
این جلو هم که در واقع بندهای زندان بند. اینا هم اگر ببینید حیاتای زندان تو نشون داده شده که حیاتاش به چه شکل هستش. آها، این تصویر که در موردش صحبت میکردین یک سلول کوچکه. بله، این البته سلول بزرگه، از این توی بند عمومی این سلول بزرگشه. آها، که در واقع 6 تا تخت توشه. چند متر در چند متر؟ تقریبا ببینید اینها در واقع اگر ملاحظه بکنید، چون هر تخت رو نزدیک 2 متر اگه بگیرید مثلا این میشه 5 متر حدودا، در مثلا اونم 2 تا تخته یه دونه وسطشه، مثلا 4 متر مثلا 5 متر در 5، نزدیک به 5 در 5، اینا تقریبی عرض میکنم. ولی چه تعداد زندانی در چنین بندی؟ در این سلول ها حدودا تا 40 نفر بود، ولی مثلا اینجا دیگه بهترین جای زندان بود که در اینجا 40 نفر زندگی میکردن حدودا. با 5 تا تخت؟ با 6 تا تخت. 6 تا تخت، بله بله، 6 تا تخت 3 طبقه است البته. حالا همین رو ملاحظه بکنید در سلول های مجرد که تو عکس های بعدی هستش، شرایط مثل این ببینید، این بند مجرده، مثل یه آسانسور میمونه. بله، این یک سلوله که در واقع 2.5 متر در 1 متر و 60 سانتی متره. 2.5 در 1 متر و 60 سانتی متر. ببینید من قدم 1 متر و 70 سانتی متره. در طول این سلول نمیتونه، ببخشید، در عرض سلول نمیتونستم بخوابم، بلکه پامو به دیوار میذاشتم. در این سلول 30 نفر زندگی میکرد. چطور امکان داره؟ ببینید ایستاده هم امکان نداره، چون که شما فقط 4 متر، حدود 4 متر خورده متر شما جا دارید و عملا امکان این که حتی 30 نفر بغل هم به ایستن وجود نداره. ما از فضا استفاده میکردیم. این تخت رو که ملاحظه میکنید یه تخت 3 طبقه سربازیه، این رو با فاصله از دیوار قرار میدادیم. حدود 10 نفر میشستن بالای تخت، دور تا دور تخت، پاهاشون آویزون میکردن پایین، منتها پاهاشون جلوی دهان طبقه دومی ها بود، قسمت طبقه اولش هم در آورده بودیم، اون زیرش هم میشد نشست. اگر ملاحظه کنید اون جلو اون پنجره است، 2 نفر جلوی هره این پنجره میشستن و بعد برای اینکه از پشت نیفتن، یه فاصله خیلی کوتاهی بود، مثلا 10 سانتی متر شاید مثلا اون هره بود، یا یه خورده کمتر یا بیشتر، بعد از پشت خودشون رو با یه لونگ مثل کمربند به اون میله ها میبستن که هم بتونن هوای تازه استنشاق کنن و هم اینجا عوض میشد. شبها که میخواستیم بخوابیم یک دونه پتو رو میبستیم به این در سلول که ملاحظه میکنید میله ایه، یک سرش رو میبستن به اون میله های جلوی پنجره، یک در واقع میشد یه تنابی. بعد 8 نفر به صورت کتابی بغل هم دیگه روی تخت میخوابیدن به این شکل که سرشون و پشتشون روی تخت بود و بعد باسنشون رو هوا بود و پاشون روی اون پتویی که به شکل موازی مقابل این تخت قرار گرفته بود بود. اینا به شکل کتابی میخوابیدن، 8 نفر مسئول خواب اینا رو میچسبون به هم که جاشون بشه توی اونجا و بعد کسی نمیتونست تکون بخوره. یعنی اگر شما در مثلا شب بلند می شدید، مثلا اگر روتون رفته اون و البته انقدر گرم بود که دیگه این مسائل پیش نمی اومد، ولی در اصل به هر دلیل اگر این تجربه رو نداشتید بلند می شدید دیگه پشتتون پر شده بود و عملا شما نمیتونستید بخوابید. خب این برای چه مدت در این بند 30 نفر میموندن؟ نزدیک 1 سال، حداقل 1 سال. یعنی ببخشید تو تا 1 سال بوده، من دوستان من بالای 1 سال بودن، منتها من بعد از چند ماه به اوین برای بازجویی مجدد منتقل شدم و بعد برگردوندنم به قسمت دیگه. تو وقتی که رفتم بازجویی و تجدید تجدید شکنجه و اینا، بعد که برگشتم به زندان قزلستان رفتم زیر فشارهای دیگه ای در قسمت دیگه ای، دیگه به این بند بر نگشتم. 1 سال چگونه میشد این گونه زندگی کرد؟ ببینید خب مسئله همینه، آدم از قبل همچین تصوری نداره، ولی وقتی که در اون شرایط قرار میگیریم آدم عادت میکنه. این قابلیت رو انسان داره که با هر شرایطی خودش رو وقف بده و اتفاقا گاه میشد در همین سلول ها ما انقدر میخندیدیم، انقدر میخندیدیم که من دو بار به خاطر همین مسئله بردنم و شکنجه مورد ضربه واقع شدم که چرا میخندم. و
اتفاقا حالا فقط این نبود، ما یه موقعی توی همین سلولا حدود 22 نفر بودیم. اون موقعی که ما بودیم 30 نفر نبودیم، دیگه 22 نفر بودیم. منتها این پنجره‌ای که تو اون عکس نشون داده شد، اون پنجره رو جلوش دیوار کشیده بودن، یعنی هوا هم نداشتیم. هوا نداشتیم. و بعد روی تخت طبقه سوم میگفتن یک نفر بیشتر نباید باشه، یعنی شرایط از 30 نفر بدتر میشد. اضافه بر این که میگفتن زندگی کمونی خلاف اسلام است. حالا این یعنی چی؟ ما 22 نفریم توی این سلول. میگفتن یعنی هر کدوم از شماها میباید یه دونه مثلا جا قندی داشته باشید، یه جا صابونی داشته باشید، یک دونه مثلا ظرف مایع ظرفشویی داشته باشید، یا هر اون چرا که میخرید بایستی شخصی استفاده کنید. مثلا اگه از فروشگاه رفتی یه دونه آب لیمو خریدی، بایستی فقط خودت استفاده کنی، اسمش روش بنویسی. حالا حساب کنید توی این اتاق وسایل اونم هست، بعد اینا رو کجا بذاری؟ مگه امکان پذیره اصلا؟ یکی یه تعواب هم جلوی این درام میستدن، ملاحظه میکنید میلهی و پیداست، و کوچکتری مسئله رو گزارش میدادن. کوچکتری خلافی میرفتید روزها سرپا بدون خواب، روزها سرپا میستدید با چشمند زیر هشت با ضرب و شد. حالا شما تصور بکنید که با بیخوابی که در شب دارید، انواع اقسام فشارهای روحی و جسمی که روتون میارن، بعد مجبوری توی همچین سلولی زندگی کنید با یک همچین کمبودهایی، با یک همچین محدودیتهایی. اگر کسی مریض بود، حتی اون غذایی که خب بعضیا نمیتونستن بخورن و واقعا مشکل داشتن، مثلا یه آشی میدادن که ما بهش میگفتیم آش علف، چون واقعا توش علف پیدا میکردیم، یه چیزایی پیدا میکردیم که اصلا نمیدونستیم چیه، مثلا اینقدر بود، یه علفی همونطوری اونخوندن تو. ما حتی ظرف غذاخوری اونجوری هم نداشتیم که آش بخوریم، توی قوطی می‌خوردیم، تو قوطی مربا ما غذا آشو می‌گرفتیم، تو اونجا می‌خوردیم، تو اونجا نگه می‌داشتیم. بعد اگه کسی مریض بود غذاشو نمی‌خواست، بعد می‌ریخت دور، حق نداشت به کسی دیگه بده، چون می‌شد کمونی خلاف اسلام، یعنی اشتراکی خلاف اسلام. اگر کسی سیگار می‌خواست روشن کنه، با آتیش او، با کبریتی که او زده بود، دیگری حق نداشت با او کبریت و با اون آتیش سیگارش رو روشن کنه، چون می‌شد کمونی یا اشتراکی و خلاف اسلام. در این بنده به این کوچیکی سیگار کشیدن هم اضافه میشد بدون اکسیژن. بدون اکسیژن. حالا عرض کردم خدمتتون، همین مسئله رو کرده بودن یک اهرم فشاری، یک قانونی گذاشته بودن، برای هم برای تحقیق بود هم برای فشار بود، مبنی برای این که کسانی که زیر 25 سال هستن، اولا زیر 18 سال حق نه زیر فکر کنم زیر 18 سال حق سیگار کشیدن نداشت. این یک. از 18 سال تا 25 سال هر کسی میخواست سیگار بکشه، یا باید از پدر و مادرش اجازه نامه میگرفت یا از همسرش. حالا جالبه، بچه میتونه 13-14 ساله اعدام بشه اما نمیتونه سیگار بکشه، و یا زن بدون اجازه شوهرش نمیتونه حتی در مراسم تشییع پدرش شرکت کنه. حالا مرد میخواد سیگار بکشه، از زنش باید اجازه بگیره یا از پدر و مادر. فردی که زندانه مثلا 24 سالشه 23 سالشه باید اجازه بگیره. این قوانین رو وضع میکرد؟ ببینید این قوانین رو بخش این قوانین رو در عمل بهش میرسیدن، یعنی اینکه ضرورت ها اینها رو خود مسئولین بندها زندان تصمیم میگرفتن و با تجربه‌ای که کسب میکردن از طریق توابین. توابین مثلا میمدن به اینها گزارش میدادن، میگفتن این زندانی که فعل مثل قضاشو میده به او، یا مثلا به او کمک میکنه، یا این زندگی اشتراکی که اینها دارن در واقع به اینها کمک میکنه، به لحاظ روحی و همبستگی ایجاد میکنه و یک رنگی ایجاد میکنه و باعث میشه اینها انگیزه هایی داشته باشن برای مقاومت. حالا ما هر تلاشی که بکنیم که این افتراق بین اینها به وجود بیاد و این رابطه انسانی بین اینها رو از بین ببریم، میتونه کمک بکنه به شکستن زندانی، میتونه کمک بکنه به اینکه زندانی به سمت ما بیاد. به همین دلیل حالا شما حساب کنید وقتی این تحلیل دارن، هر روز چیزی بهش اضافه میکنن و میان مثلا ببینن خب این سیگار با هم میکشن، میگه خب با سیگار کشیدن هم ممنوعه، بعد میگه خب این آتیش چی با هم روشن میکنن، میگه خب آتیش روشن کردنش هم ممنوعه، بعد میگه خب مثلا میخوام بگم این قند به اون بده، مثلا میگه خب نه قندش هم ممنوعه، یا مثلا میوه به اون بده، خب مثلا میوه‌ش هم هست. و بعد میدونن بخش زیادی از اینها رو نمیشه اجرا کرد،
یعنی اصلا تو سلول نمیشه، شما صبح تا شب درگیری و اصلا امکان ناپذیره. اتفاقا من توی صحبتی که با خود رئیس زندان موقع من زیر فشار بودم بهش سر همین برگشتم و توپیدم و گفتم اینا، او خندید گفت فکر کردی ما خودمون بدن دیگه قانونا نمیشه اجرا کرد، ما قانونا رو گذاشتیم اینجا شما اجرا نکنید خیرتون رو بگیریم. عین گفته او این بود که بعد بیاریم زیر فشار. خب میان این زندانبان ها برخی از اونها نامی به هولناکی از خودشون بر جای گذاشتن در خاطره همه زندان. لاجوردی یکی از آنها، حاج داوود رحمانی یکی دیگه از این شخصیت ها، و چند تصویر ما در اختیار داریم. مایل هستم که شما در مورد این شخصیت ها هم توضیح بدیم. تصویری از حاج داوود نداشتیم. ماردین عزیز اگه ممکنه تصاویر رو نشون بدین اگر لطف کنی ماردین، تصاویر آقایان شکنجه‌گران و بازجویان. بله این آقای احمد قدیریان. من قبل از هر چیزی یه توضیح رو عرض کنم خدمتتون که ببینید مقامات نظام جمهوری اسلامی به ویژه کسانی که در زندان‌ها کار می‌کردن، بازجوها و شکنجه‌گران، عکس ازشون در دست نیست و به قول معروف کمتر جلوی دوربین بودن. به همین دلیل من تقاضام از همه کسایی که صدای منو میشنون یا دسترسی دارن به این عکس ها و به این اسناد، لطف کنن بفرستن از طریق اینترنت، امکانش هست اینو بفرستن تا در واقع در اختیار عموم قرار داده بشه و سابقه اینها بهتر مشخص بشه، توضیح بیشتر داده بشه تا مردم با چهره اینها آشنا بشن. احمد قدیریان که در اون عکس الان شما ملاحظه میکنید معاون اجرایی دادستان انقلاب اسلامی مرکز و دادستانی کل انقلاب بود، هر دو پست رو توامن داشت. یعنی در سال 59-60 هم معاون قدوسی بود، علی قدوسی در دادستانی انقلاب اسلامی مرکز در واقع دادستانی کل، ببخشید در دادستانی کل در چهارراه قصر، و هم معاون لاجوردی بود در اوین و هم گرداننده کمیته پل رومی بود، دادسرای مبارزه با مواد مخدر، که در سال 60 یکی از مراکز اصلی شکنجه هم بود چون یه بخش سیاسی داشت. من اونجا هم بودم و اونجا هم شکنجه شدم. اتفاقا شرایط بسیار بسیار بدی هم داشت اون زندان و بازداشتگاه، و ایشون اکنون دو دفتر خامنه ای هستش، سرتیپ سپاه شده و از خامنه ای درجه گرفته. در سال 58-57 قبل از انقلاب هم راننده بهشتی بوده، سید محمد بهشتی که در سال 60 کشته شد و ایشون وقت اون گویا خیلی کم باید سریعتر بریم اگه موافق باشین. خب نقش ایشون در بازجویی و شکنجه چی بود؟ ایشون معاون اجرایی بود، یعنی اینکه اعدام ها زیر نظر ایشون انجام می گرفت و مسئولیت گروه ضربت هم با اینها بود، یعنی دستگیری و دستگیری حمله به خونه ها زیر نظر ایشون انجام می گرفت، اعدام ها هم همه زیر نظر ایشون انجام می گرفت با حضور خودشون. این خب ایشون که میبینید ایشون البته علی محمد بشارتی است، ایشون قبلا از بنیانگذاران سیستم اطلاعاتی امنیتی رژیم اطلاعات سپاه پاسداران رو بنیان گذاشته و بعدها هم در واقع معاونت قائم مقام وزیر خارجه شد ولایتی بیش از یک دهه، و بعد هم ایشون وزیر کشور شد و اتفاقا ایشون در شهر جهرم چون خودش جهرمی هست یک گروهی داشتن، گروه قنات، و جنایات بسیار بسیار زیادی رو اونجا مرتکب شدن، هم از در زندان و رو بودن و شکنجه و انداختن و به قول معروف جسدهای مجهول الهویه که مینداختن این ور قطر، به قول معروف اولین قطرهای زنجیره‌ای یا توسط اینها در جهرم و عوامل و افراد ایشون. تصویر بعدی بله محمد مهرائین هستش، اسم اصلیش قبلا محمد داوود آبادی بودش، از فعالین سیاسی. بله از فعالین سیاسی در زمان شاه، و ایشون در ارتباط با سازمان مجاهدین دستگیر شده بود ولی بعدها در سال 54 در زندان به جناح مؤتلفه یا بخشی که بعدها جناح بازار رژیم رو
تشکیل دادن نزدیک شد و دادستانی رو اداره میکردن. یکی از مسئولین شعبه هفت اوین بود، یعنی در واقع بدترین جای اوین و قصابخونه اوین در واقع شعبه هفت. ایشون به عنوان یک ورزشکار قهرمان جودو تمرینای خودشون رو با زندانیان بیدفاع انجام میدادن. دقیقا ایشون معروف بود به محمد جودو، بعدها شد و از همون سال ما رئیس فدراسیون جودو بود، بعدها رئیس فدراسیون ورزش های رزمی. در هنگامی که خانم فائزه هاشمی رفسنجانی دبیر کمیته ملی المپیک ایران بود، ایشون قائم مقامش بود. در سفرهای خارجی ورزشکاران همراه میرفت و مواظب بود که یه موقع اونها از اردو بیرون نرن یا تقاضای پناهندگی نکنن یا فرار نکنن از اردو. ایشون مستقیما در شکنجه خودشون حضور داشت. بله بله، عرض کردم در شعبه هفت حضور داشت و یکی از مسئولین شعبه هفت بود. اتفاقا پسرش محمد رضا مهرائین، او هم در شعبه هفت بود، بازجویی میکرد، شکنجه میکرد، بسیار هم عقده‌ای بود علی رغم سن کمی که داشت و محافظ لاجوردی هم بود. در سال 61 شهریور ماه 61 در فکر میکنم حضور در جبهه کشته شد. 6 نفر از بازجوها و شکنجه‌گران با هم خانوادگی همه مشغول به شکنجه هموطنان شدند. خب این ریشدار عزیز کیست؟ ایشون سید کاظم کاظمی هستش، در واقع یکی از بنیانگذاران اطلاعات سپاه پاسداران که بعدها هسته اصلی وزارت اطلاعات رو تشکیل داد، یعنی بنیانگذاران سیستم اطلاعاتی رژیمشون. دانشجویان امریکا بودن، در تگزاس تحصیل میکرد، بعد از انقلاب به ایران اومده و در کردستان فعال بوده. ابتدا به ساکن فعال به قتل بود. بله بله، در کردستان اونجا مشغول در واقع جنایت در کردستان بود و بعد از اینکه از کردستان برگشت بلافاصله در اطلاعات سپاه پاسداران رو با تجربه‌ای که در کردستان کسب کرده بودن، اطلاعات سپاه پاسداران رو در بنا گذاشتن و بعد هم ایشون شد مسئول چپ، یعنی گروه‌های چپ در وزارت در اطلاعات سپاه پاسداران و بازجوی اصلی زندانیان چپ ایشون بود. بازجویان زندانیان چپ زیر نظر ایشون بودن و بزرگترین ضرباتی که به زندانیان چپ زدش، ببخشید به گروه های چپ زده شد، مسئولیتش با ایشون بود. در سال 64 در فکر میکنم دهلاویه یا طلاییه، ببخشید در طلاییه، جبهه طلاییه، شلیک توپ، ترکش توپ کشته شد. اینم که جلاد معروف اسدالله لاجوردی که داستانهای هولناکی پیرامون این شخص مطرح شده که مورد عنایت آقای خاتمی هم در زمین بسیار بودن. خب متاسفانه وقت ما به پایان رسید. نمیدونم ماردین عزیزم، دقایق آخر، ما بیشک این بحثی که با شما داریم به عنوان مدخلی بر مسئله زندان، عازم سفر هستید، سفرهای شما هم در راستای همین مسائل است، شناخت، شناختن و دادن آگاهی بیشتر به هموطنان از طریق رسانه ها، از طریق کنفرانس ها و غیره. ما منتظریم از سفر که بازگشتی میزبان شما باشیم برای تدقیق جزئیات این پدیده هولناک با هم برنامه های متفاوتی رو داشته باشیم با شما و با دیگر یادمان نویسان و همبندان شما که کم نیستن، به خصوص نویسندگان زن روز به روز بر شمارشون این روزها بیشتر میشه، از مدیره برادران شهرنوش پارسی پور و و و بسیار دیگر، فریبا مرزبان. خب شما وقتی به این پدیده زندان به این گونه در کلیت خودش نگاه میکنی، به زندان، به سلولی که 30 نفر در آن بودن دهه 60 70، وقتی به زندانی شما رو مراجعه میدن که اتاق بزرگی هست، تلویزیونی در آن هست،
احتمالاً یک تلفن موبایل در آن هم وجود داره. خوشحال میشید، ناباورید، چه حسی دارید؟ به طور مثال زندان آقای گنجی، به طور مثال زندانی که آقای امیر عباس فخرآور از آن میتونستن تلفنی حرف بزنن با بیرون و نمونه های اینچنینی. راستش خب زندانی جمهوری اسلامی همین الانش هم لزومن اینطوری نیست. یعنی ما یه سری زندانیان داریم، زندانیان ویترینی هستن. یه سری زندانی داریم که خب سالها هم میتونن تو سلولای انفرادی باشن، هستن، بودن و ما شاهد بودیم و زیر فشارهای بسیاری بودن، دسترسی به هیچ چیزی هم نداشتن. خیلی هم هستن از همون خود زندان به اینترنت دسترسی دارن، مطالبش روی اینترنت میاد ما میبینیم و حتی خودشون مطرح میکنن که کامپیوتر هم دارن. برداشت شخصی من نیست. خب این زندانیان ویترینی هن، نظام جمهوری اسلامی هم اینها رو داره و بعد هم میخواد در دنیا هم تبلیغ بکنه که بله ما اگه زندان هم داریم در هر صورت مثل هر نظام دیگه یه سری خب مخالفی داریم، زندان هم ولی از حقوقی هم برخوردارن. واقعا هم که اینطوری نیست و نظام جمهوری اسلامی وقتی که تو خیابوناش با زنها اونجوری برخورد میکنه، وقتی در تو با ابتدایی ترین حقوق مردم اونطوری برخورد میکنه، وقتی یه نفر امضا میگیره برای اینکه بخواد مثلا زنهایی که امضا میگیرن برای اینکه حقوق خودشون رو نشون که دیگه چهار دیواری خودشون و از انزار دقیقاً میبینید که با چه مشکلاتی مواجه میشن، حکم زندان و دستگیری و ضرب و شتم تو خیابون جلو دوربین. حالا حساب کنید اگر واقعا با یک نفر مخالف، یک نفری که دشمن میدارنش و فکر میکنن که قدرت اونها رو به چالش گرفته، در درون زندان چه ها میکنن یا چه فشارهایی رو روش اعمال میکنن. ولی در هر صورت من این رو عرض کنم خدمتون که برای زندان، یعنی اون کسی که مبارزه میکنه با نظام جمهوری اسلامی یا در هر جای دیگه ای برای آزادی مبارزه میکنه، برای حقوق بشر مبارزه میکنه، برای زندگی بهتر برای مردمش زندگی میکنه، اصولا بدترین جاها هم، بدترین شرایط هم میتونه با امیدی که به آینده داره برای خودش راحت بکنه، برای خودش تسهیلات لازم رو فراهم بکنه، اصلا تصور اینو نکنه و این تصویر رو نداشته باشه. من خودم شرایط انفرادی رو پشت سر گذاشتم توی زندان و شرایط تقریبا تحت فشاری رو. منتهای مطلب در همون جاها هم این قابلیت رو آدم داره که فشاری رو تحمل نکنه یا فشار زیادی رو تحمل نکنه، برای خودش تسهیلات لازم رو فراهم کنه. در هر صورت زندان همیشه همه جاش بد نبوده، لااقل به ما زیاد بعد ما خوشم گذشته، اینطوری هم نبوده. خب اون دیگه از فروتنیه و زندان هر گونه که باشه، زندان عقیدتی، زندان سیاسی، نموداریست از توحش و بربریت انسان برای انسان بر علیه انسانیت و بشریت. با امید روزی که ما زندانی سیاسی نداشته باشیم، زندان عقیدتی نداشته باشیم، با امید اون روزی که بتوانیم عقاید متفاوت رو تحمل بکنیم و یک نوع سازگاری بیان که بخواهیم یا خود را تحمیل کنیم یا عقیده دیگری رو جبر اون رو بر خود بپذیریم، بتوانیم در کنار هم زندگی بکنیم. با امید آزادی همه عزیزانی که در بند هستن، کرد و بلوچ و ترک و فارس و عرب، و با امید شاهد بودن هلهله شادی خانواده ها و همه آنهایی که عزیزانشون در بند هستند. شب و روزتان بخیر.